چرچ تایمز، نشریه کلیسای انگلستان، 11 اکتبر 2013. تظاهرات در همبستگی با اعتصاب قضا کنندگان و علیه حکومت نوری مالکی در عراق برای آزادی 7 گروگان روبوده شده از اشرف. هفته‌نامه چرچ تایمز، نشریه کلیسای انگلستان، در گزارشی از تظاهرات حامیان مجاهدان اشرفی در لندن نوشت: در همبستگی با اعتصاب قضا کنندگان و برای آزادی گروگان‌ها، معترضان در میدان ترافلگار گرد آمدند تا توجهات را به 7 گروگان روبوده شده از اشرف جلب کنند. شورای ملی مقاومت ایران می‌گوید این 7 تن توسط دولت عراق به گروگان گرفته شده اند. تظاهرکنندگان در سراسر جهان، از جمله آنهایی که در مقابل سفارت آمریکا در لندن تحصن کرده اند، از زمان حمله اول سپتامبر به اشرف در اعتصاب قضا بوده اند. تجمع کنندگان در لندن دولت‌های بریتانیا و آمریکا را فرا خواندند تا به طور علنی خواهان آزادی 7 گروگان شوند و از سازمان ملل خواستند نیروهای حافظ صلح را در لیبرتی مستقر کند. پیشتر وزارت خارجه از اینکه تعدادی از ساکنان ربوده شده اند ابراز نگرانی کرد. روپرت کولویل، سخنگوی شورای حقوق بشر سازمان ملل، نیز از گروگانگیری به شدت ابراز نگرانی کرد. بیش از 3000 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران اکنون در لیبرتی مستقر هستند.